سلام عرض می کنم خدمت همراهان و علاقمندان به مباحث برنامه‌ریزی و کنترل پروژه حرفه‌ای. با درس پنجم در خدمتتون هستیم. در این درس یکی از اصولی ترین و اصلی ترین کارهایی که خیلی وقتا باعث اشتباه توی محاسبات زمان بندیتون میشه، یعنی تعریف تقویم رو کامل توضیح میدم خدمتتون. یک پروژه واقعی رو تعریف میکنیم، داپلکس بیلدینگ هستش و WBS ها چجوری تعریف میشن، چی هستن، و اگر فرصت هم باشه به اکتیویتی ها و تعریف اکتیویتی ها در این جلسه خواهیم پرداخت. خب من پریمورا رو از قبل باز کردم چون زمان شما رو نگیره. بله میایم اینجا در تب پروژکت هستیم. خب چی گفتم؟ میریم برای تعریف یک تقویم پروژه. برای تعریف تقویم پروژه به انترپرایز میایم، کلندرز رو انتخاب میکنیم. خب ببینید، برای تعریف تقویم اینجا این پنجره تقویم باز شده. برای تعریف تقویم شما نیاز به یک قالب دارید. خب میگیم که شما اد رو بزن، میخوام یه تقویم ایجاد بکنم دیگه، درسته؟ از شما میپرسی یه قالب انتخاب کن، از چی کپی بکنم؟ من میگم که شما بیا از کورپوریت استاندارد فول تایم برای من کپی بگیر. این تقویم استانداردی که برای همه پروژه استفاده میشه، یعنی شنبه و یک شنبه تعطیل هستش در قوانین کاری بین المللی. خب اینو انتخاب میکنم، از اون قالب کپی گرفت و داره از شما کلندر نیم رو میخواد. خب من چی میگم؟ میگم داپلکس بیلدینگ. خب داپلکس بیلدینگ دوباره روش اگر کلیک بکنم، درسته، ایجاد شد تقویم. پس چیکار کردیم؟ گزینه اد رو زدیم، یک تمپلیت انتخاب کردیم. ببینید یه سری چیزای دیگه هم هست. میگه 5 ضرب در 10، یعنی چی؟ یعنی 5 روز هفته و 10 ساعت کار، 6 روز هفته و 2 شیفت کار، 24 ساعت، 7 روز هفته و 24 ساعت کاری. منتها ما استاندارد فول تایم برامون کفایت میکنه. خب انتخاب کردیم داپلکس بیلدینگ رو، دوباره اینجا کلیک کردیم، دیفالتمون اون شد، مادیفای. خب ببینید دوستان، در تقویم های جنرال اگر شما بیاید روی ورک ویک کلیک بکنید، یا همینطور که اینجا متوجه در همینجا مشاهده میکنید، ببینید ساتردی، ساندی، ماندی، تیوزدی، ونزدی، ترزدی و فرایدی، در اینها ساعت کاری تعریف شده، منتها شنبه و یک شنبه صفره، یعنی کار انجام نمیشه. خب حالا من یه چیزی رو به شما بگم، چون من اکثر پروژه‌ای که کار کردم پروژه خارجی بوده و با تقویم میلادی کار کردیم، شمایی که اگر از ایران دارید این آموزش ها رو میبینید میخواید شروع بکنید، شروع هفته ما از کجا من بیارم تعریف کنم؟ شروع هفته من شنبه باشه، یک شنبه، خب تعطیل که نمیشه. حالا یه دقتی هم من داشته باشین اینجا بهتون بگم، شروع هفته رو برای چی نیاز داریم؟ گزارش هفتگی میخواییم تعریف بکنیم، اسکرپ میخواییم تعریف بکنیم، بنابراین نیاز دارم که بدونم هفته من از چه روزی شروع شده. حالا بستگی داره که کارفرما به شما بگه که آقا مثلا گزارش هفتگی چهارشنبه به چهارشنبه باشه، پس شما میری استارت ویکتو چهارشنبه میزنی، چون میخوای از اون تاریخ ها گزارش ارائه بدین دیگه. خب پس میام توی انترپرایز، برای تعریف روز هفتهتون، شروع روز هفتهتون، میایم در گزینه ادمین، ادمین پریفرنسز، در تب جنرال ساتردی رو انتخاب میکنیم، یعنی شنبه است. خب برای من فرقی نمیکنه، شما میتونید شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه رو انتخاب کنین، بستگی به خاص کارفرما، یا اگر پروژه خصوصی هستش بستگی به خاص مدیرتون یا اون مسئولتونه، ازش هماهنگی میکنید و در اینجا اونو انتخاب میکنید. کلوز میزنم، مجددا به کلندر وارد میشم، انتخابش میکنم، مادیفایش میکنم. خب ببینید من میخوام بگم که جمعه ها تعطیله. خب میام چیکار میکنم؟ ورک ویکس، میگم که شنبه کاره، یک شنبه کاره، ولی جمعه کار نیست، یک شنبه هم 8 بعد بزنم. ببینید خیلی قشنگ همه رو تغییر داد. خب حالا
ما تعریف کردیم، میخوایم بیایم تعریف بکنیم که در یک روز خاص تعطیلی داریم، میخوایم تقویم واقعی رو بهش وارد بکنیم. خیلی راحت من میام از اینجا اگر انتخاب کنم، ببینید هر چقدر کوچیک‌تر بشه میتونید سال و ماه رو هم انتخاب بکنید. خب اگر روی 2017 کلیک بکنم، ببینید به راحتی در بین سال‌ها جابجا میشین. مثلا من اومدم سال 2017، پروژه ما چون از 1 سپتامبر قرار شروع بشه و یا 1 اکتبر فرقی نمیکنه، شما حالا تاریخ میرید انتخاب میکنید. به عنوان مثال من اکتبر رو میزنم، میگم که در دوشنبه 16 اکتبر تعطیل کار نون ورک، یا اگر نصف روز هست شما اینجا مثلا میزنید 4 ساعت نصف روز، نصف روز کار هست اینجا. ببینید همینطور هم که دونید نوشته استاندارد نون ورک و اکسپشن. ببینید رنگ سفید به معنی این هستش که اکسپشنه، یعنی ما تعریف کردیم که بجز این روز بقیه روزهامون به حالت عادی خودش ادامه داره. تعریف کردیم که اینها یک چیز خاص هستن، یک روز خاص هست. خب تموم. تا اینجای کار من مشکلی ندارم. مثلا میام توی نوامبر هم اگر مثلا میخوام بگم 5 روز تعطیل هست، ببینید 4 رو انتخاب میکنم، از میگم 11 نوامبر. بیایم سال جدید میلادی رو تعریف کنیم، بگیم از 25 سال میلادی تا 28 تا 29 هم که خودش تعطیلی هست، 25 رو که انتخاب کنم شیفت رو نگه دارم تا 29 انتخاب کنم، کل این روزا رو انتخاب میکنم، میذارم نون ورک. خب اوکی میکنم. داپلکس بیلدینگ یوز با، یوز با یعنی چی؟ یعنی با چه چیزی این داره استفاده میشه، با کدوم تقویم استفاده میشه. چون هنوز ما تقویم رو بهش، پروژه رو به این تقویم اد نکردیم، اینجا چیزی مشاهده نمیشه. خب حالا چجوری بیایم اونجا ببینیم چی مشاهده میشه چی نمیشه؟ در تب پروژه اگر بیام پروژه خودم رو انتخاب بکنم، کدش رو هم عوض میکنم، داپلکس بیلدینگ میزنم، میام اینجا انتخاب میکنم، در این بخش کورپوریت استاندارد فول تایم رو انتخاب میکنم و داپلکس بیلدینگ یک دونم F5 میزنم برای اینکه رفرش انجام بشه. منتظر میمونم تا عملیات رفرش انجام بشه و بریم سراغ WBS های خودم. تعریف Work Breakdown Structure ها. بله ببینید Duplex Building اختصاص یافت. اگر برم تو Enterprise Calendars Used By Projects Using Duplex Building، ببینید اینجا تعریف شده. خب یه لحظه به من اجازه بدین که ببینم چرا اینجا تعریف نشده. خب دوستای عزیزم بابت وقفه‌ای که پیش اومد و صبری که کردین تشکر میکنم. علت این که در اینجا Enterprise Calendars Used By نمایش داده نمیشه، خب ما هنوز WBS و Activity تعریف نکردیم که اون WBS تقویم به اون فعالیت ما اختصاص داده بشه، به خاطر همون اینجا نشون میده، نگران نباشید. خب من این اضافه رو پاک میکنم، داپلکس بیلدینگ رو باز میکنم، قراره اینجا تعریف بکنم پروژم رو. بله من گفتم از 1 اکتبر پروژه شروع بشه، پروژکت استارت دیت من در تب جنرال. بله در دیتز، بله 1 اکتبر 2017 گفتم که پروژه من شروع میشه. راست کلیک میکنم، اوپن میکنم. خب برای یه پروژه ما چه چیزهایی نیاز داریم؟ از اصولی ترین کارهامون تعریف تقویم بود که انجام شد. بعدش میایم برای تعریف WBS ها، Work Breakdown Structure ها اقدام میکنیم. از کجا اقدام میکنیم؟ از این گزینه WBS ها.
حالا WBS چیه؟ ببینید چون ملموس باشه، من براتون یه فایل اکسل حاضر کردم که در آموزش ها قرار خواهم داد، این فایل رو میتونید بهش دسترسی داشته باشید. WBS چیه؟ ببینید خود فونداسیون از یه سری آیتم های زیر مجموعه تشکیل شده. اینو خاطرتون باشه. یک فرقی که پریمورا و مایکروسافت پروژکت دارن اینه، در مایکروسافت پروژکت شما میتونی WBS تعریف بکنی، به WBS اکتیویتی لینک بدی و یا لینک اکتیویتی های دیگر رو به WBS لینک بکنی، ولی پریمورا اینجوری نیست. WBS هیچ تاریخی بهش تعلق نمیگیره در پریمورا و نمیتونید دستکاریش بکنید و فقط با اکتیویتی هاش رول آپ میشه. یعنی اگر شما اکتیویتی ایجاد نکنید WBS هیچ به کارتون نمیاد، حتما باید یه اکتیویتی در کنارش در زیر مجموعهش باشه. خب ببینید WBS چیه؟ اون آیتم کلانمون میشه WBS Work Breakdown Structure. البته دقت بکنید من دو سه تا WBS دیگه هم دارم، منتها اون WBS ها جدای از پروژه احداث ساختمان، جدای از WBS های اصلی من هستن. چی هستن اونها؟ مایلستون هام هستن، سایت موبیلیزیشن هست و سایت دیموبیلیزیشن مون هستش. اونا رو هم تعریف میکنم، منتها در اینجا وارد نکردم چون آیتم زیر مجموعی ندارم، فقط یه اکتیویتی هم که به جز مایلستون هام، سایت موبیلیزیشن و سایت دموبیلیزیشن هم فقط دوتا اکتیویتی هستن. خب فونداسیون چه فعالیت های زیر مجموعش هست؟ اینجا نوشتیم اسکلت طبقه اول چه کاری باید انجام میشه براش، طبقه دوم، سقف، بخش نازوکاری، عملیات مکانیکی، الکتریکالم و بخش نما و کارهای تکمیلی. خب چند تا WBS دارم؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. البته مایلستون دارم، سایت موبیلیزیشن و سایت دموبیلیزیشن. خب میام اینجا شروع میکنم به ایجاد WBS. روی این پنجره کلیک میکنم، همونطور که برای پروژکت ها تعریف کردیم با زدن دکمه اینسرت میتونید WBS ایجاد بکنید، خیلی ساده. اگر نه میخواید یه مقدار WBS تون حرفه‌ای تر باشه با اطلاعات زیادتر و یا اطلاعات تکمیل تری رو براتون ایجاد بکنه، در اینجا بخش کانفیگریشن هستش، WBS کانفیگریشن هست که من خب به بحث ایجاد WBS میپردازیم. همونطور که خدمتون در بخش ایجاد پروژه عرض کردم، اینجا هم با زدن دکمه insert یا انتخاب این آیکون یعنی گزینه اد میتونید WBS ایجاد بکنید. پس من چند تا WBS داشتم، مایلستون داشتم، در ارتباط با WBS کد ها مفصلا توضیح خواهم داد خدمتتون. نمیخوام جلسات رو طولانی کنم و میخواهم جلساتتون کاربردی و حرفه‌ای باشه، به همین دلیل نکات ریز رو در آخر خدمتتون توضیح خواهم داد. پس میام اینجا گزینه مایلستون ها رو انتخاب میکنم. میتونید فارسی هم بنویسید، میتونید هر زبانی که دوست دارید بنویسید، منتها من برای راحتی کار یه بخشای رو انگلیسی شاید بنویسم، یه بخشای رو فارسی بنویسم. مثلا به عنوان مثال من مایلستون بخوام بزنم به فارسی، باید ببینم ترجمه فارسی مایلستون رو چی میتونم پیدا بکنم. به عنوان مثال چیزی که به ذهنم میرسه، میتونم فعالیت‌های کلیدی بزنم. بذاریم ببینیم که گوگل به ما چه ترجمه ای رو میده. خب هیچ به کارمون نمیاد، هیچ به کارمون نمیاد. همون فعالیت های کلیدی بهترین آیتمی هست که میتونیم براش تعریف کنیم. خب گزینه بعدی تجهیز کار. ببینید چه اتفاقی افتاد. من مجدداً اینو پاک بکنم. دکمه اینسرت رو زمانی که دکمه اینسرت رو زدم، زیر مجموعه فعالیت کلیدی برای من WBS ایجاد کرد که این اشتباهه.
من میتونم با انتخاب داپلکس بیلدینگ اینسرت رو بزنم و به عنوان فعالیت، به عنوان یک اکتیویتی، به عنوان یک WBS و غیر از این مجموعه فعالیت کلیدی برای من WBS ایجاد کرد که رفته بالا. حالا من چطوری اینو بیارم پایین؟ با این کلید. حالا اگر بالا هم باشه من مجددا ببینم با دکمه F5 میتونم اینها رو سورت بکنم یا نه. دکمه F5 رو زدم، میخوام ببینم که سورت میشه، چون ببینید WBS خود دو رفته بالاییه که این اشتباه هستش. به علت حجم بالای اطلاعاتمون به خاطر فایل های سمپل یک مقداری F5 مون زمان بر هستش. خیلی خب چی کار میکنم؟ میام اینجا گزینه گروپ اند سورت هست، دیفالت رو اگر بزنم، خب ببینید من اینو پاک میکنم. خب میخوام زیر مجموعه باشه دیگه، میخوام به ترتیب برم پایین WBS هم. همون جایی که هستم اینسرت رو میزنم، اینجا تجهیز کارگاه رو مینویسم. حالا زیر مجموعه اینا اکتیویتی اضافه خواهیم کرد. ببینید اگر من بیام در این بخش گزینه سمت چپ رو کلیک بکنم، تجهیز کارگاه رو به منظم و مرتب خودش آورد سمت چپ قراره، زیر مجموعه داپلکس بیلدینگ. خب حالا من یه اکتیویتی ساخت ساختمان دوپلکس احداث ساختمان دوپلکس رو انتخاب کردم. و یه نکته دیگه هم بهتون بگم، اگر کنترل رو نگه دارید سمت چپ بزنید، راست بزنید، بالا بزنید، پایین بزنید، فعالیت نمی‌کنه، این براتون تغییرات رو انجام خواهد داد. یعنی به سمت چپ نیاز دارم بیاد چون زیر مجموعه تجهیز کارگاه نیست احداث ساختمان دوپلکس من. خب حالا زیر مجموعه احداث ساختمان دوپلکس من چی دارم؟ پروژه احداث ساختمان دوپلکس چی دارم؟ فونداسیون رو دارم. بلافاصله میام اینجا اینسرت رو میزنم، زیر مجموعه همونه دیگه، نمیخوام جابجاشم بکنم. باشه اینو کپی میکنم اینجا پیس میکنم. خب دوستان برای اینکه وقتتون گرفته نشه و از زمانمون مفید استفاده بکنیم و حجم فایلمون هم بالا نره، من اینجا آموزش رو متوقف میکنم. تمام اینها رو ببینید، تمام این WBS ها رو ایجاد میکنم و مجددا برمیگردم خدمتتون. یک بار دیگه یه WBS دیگه هم ایجاد میکنم که مشکلی نباشه. کپی میکنم زیر مجموعه فونداسیون، نمیخوام WBS ایجاد کنم، زیر مجموعه اون نمیخوام ایجاد کنم، فقط به خاطر اینکه به ترتیب باشه فونداسیون انتخاب کردم، یه WBS ساختم با دکمه اینزر، کنترل رو گرفتم سمت چپ رو زدم، اومد زیر مجموعه احداث ساختمان دوپلکس. چه فعالیتیه؟ احداث اسکله طبقه اولمونه. خب فونداسیون تا اینجا ساختیم، پس من ادامه آموزش رو بعد از تکمیل این WBS خواهم پرداخت. خب دوستان من این WBS ها رو ایجاد کردم، برمیگردیم به آموزشمون. خب تا اینجا ساختیم فونداسیون، یه کنترل بکنم فونداسیون، اسکلت طبقه اول، اسکلت طبقه دوم، سقف، نازک‌کاری، عملیات مکانیکی، الکتریکال، نما، کارهای تکمیلی. خب ببینید من یه برچیدن کارگاه اینجا گذاشتم، ببین اومده زیر مجموعه احداث ساختمان دوپلکس، نمیخوام اونجا باشه، یه فعالیت اصلیه. اگر کنترل رو بگیرم و سمت چپ رو بزنم میره به فعالیت های اصلیمون اضافه شد. خب ما تا اینجا 4 تا WBS اصلی داریم و چندین WBS زیر مجموعه احداث ساختمان دوپلکس داریم. خب حالا چه اتفاقاتی افتاده؟ برمیگردیم به نمای اکتیویتی ها، نمای اکتیویتی ها رو انتخاب کردم. بله ببینید به این صورت شما یک سری آیتم و WBS ها رو دارید. خب
این الان اینجا اومده نما رو به این صورت به من نشون داده، چون من حتما حتما بعد از اینکه تعاریف انجام شد یه F5 رو شما باید بزنید. تا اگر اشتباهی باشه، جاها اشتباه باشن، بالا پایین باشه، براتون انجام بده و در حقیقت یه رفرشی هست توی دیتابیس. خب صبر میکنم تا این رفرش تموم بشه ببینم نتیجه کارم رو ببینم. بله دیدین که مشکل برطرف شد، نگران نباشید. خب این یه پروژه هستش به عنوان داپلکس بیلدینگ، فعالیت های کلیدی، تجهیز کارگاه، اداس ساختمان دوبلکس، فونداسیون. خب به این صورت WBS همون رو میتونید مشاهده بکنید. یه توضیح خیلی مختصری بدم به شما در ارتباط با میخوام فونت ها و رنگ های اینجا رو عوض بکنم. پس راست کلیک میکنم، میام در قسمت تیبل اند فونت. توی قسمت تیبل اند فونت میتونم اینجا فونت ها رو تعریف بکنم. البته قبلش من میام اینجا توی گروپ انسور، ببینید اینجاست که شما میتونید اون آیتما رو تغییر بدین. WBS لول 1 یعنی این لول بالای ما که رنگش آبیه، اینجا میخوای چه رنگی باشه؟ من میخوام این رنگش مثلا این رنگی باشه. اوکی میکنم، اپلای. ببینید رنگش تغییر پیدا کرد. نمیخوام فونتش ایریال باشه، میخوام فونتش یه چیز دیگه باشه. انتخاب میکنم، مثلا میگم میخوام کالیبری باشه. اینها سلیقه‌ای هست، اینا رو خودتون میتونید در نظر بگیرید. کالیبری فونت خوبی نشد، من فکر میکنم تا هما باشه خیلی رسمی تر هستش. بله تا هما رو انتخاب کردم. میتونید از اینجا رنگش همه اینها رو تغییر بدید. خب من زیاد وارد دیتیل نمیشم که زمانمون رو نگیره. فقط برای فونت های فارسی در این قسمت، چون ما باقی رو فارسی کار کردیم دیگه، اونم میتونستیم فارسی کار کنیم، نیازی نبود. ببینید اشکالی نداره، ما میریم اینجا این داپلکس بیلدینگ رو هم بذاریم فارسیش بکنم. احداث ساختمان دوپلکس. برمیگردم به تب اکتیویتی هامون، اینم انجام دادیم. گروپ انسور میخوام برگردونم به حالت اول، گزینه دیفالت رو میزنم، اپلای میکنم، اوکی میکنم. یه نکته ای رو اینجا یادتون باشه، وقتی که دیفالت کردین حتما از گروپ بای WBS رو انتخاب بکنین تا مجددا بتونید کیبوردتون روی انگلیش باشه. WBS رو بزنید، خودش مجددا همه رو براتون میاره، پس نگران نباشه. فقط میخوام فونتم ایریال نباشه. بیام اینجا، اگر فونت های فارسی رو نصب داشته باشید میتونید کارتون رو انجام بدید، فونت های فارسی رو انتخاب بدید. خیلی به راحتی تغییر دادیم. بسته به سلیقتون میتونید فونت مورد نیازتون رو انتخاب کنید. خب بیام اینجا اینم تغییر بدم. اینم هست. خب تیبل اند فونت، اگر من اینو یک تیکش رو بردارم، ارتفاع اگر تیکه اینو بردارم، ارتفاع ردیف هامو میتونم از اینجا انتخاب کنم. ببینید بازتر شد، خیلی بهتر شد، اینجوری خیلی بهتره و واضح تر. خب همینطور که میبینید همه این آیتم ها بسته هستن، نمیتونید چیزی رو انتخاب بکنید، نمیتونید چیزی رو اضافه کنید، تاریخ ها همه صفر هستن، پس باید به اینها اکتیویتی اضافه بشه. خب فعالیت هایی که ببینید، من به شما خدمت رو عرض کردم، گفتم که ما باید یه سری مایلستون ها رو داشته باشیم. مایلستون ها برای آشناییتون فقط اینو گذاشتم، فعالیت کلیدی و تجهیز کارگاه. در اصل این احداث ساختمان دوبلکس باید فقط همین باشه، چون دیگه برای یه ساختمان دوبلکس شما تجهیز کارگاه و اینها ندارید. فقط برای اینکه تو ذهنتون باشه، فعالیت کلیدی ندارید، چون اینجا هست، خیلی ساده و واضح هست. منتها یه زمانی هست شما دارید در یک سد بزرگی کار میکنید که
که شامل چندین پروژه هست، چندین زیر پروژه هست، چندین پیمانکار هستش. پس حتما باید مایلستون تعریف کنید. مثال سد X داریم کار میکنیم، تونل یک، تونل دو، نیروگاه و و و غیره. اونها میشه فعالیت های کلیدیتون، چه زمانی شروع بشه و چه زمانی به پایان برسه، که شما با یه نیم نگاه بتونید اونها رو مشاهده بکنید. خب فعالیت های کلیدی رو به عنوان مثال من اینجا براتون می نویسم. عقد قرارداد چه تاریخی انجام بشه، تجهیز کارگاه چه زمانی بشه و شروع ساخت واحد ساختمان دوبلکس پایان ساخت و برچیدن کارگاه، همین حد کفایت میکنه. خیلی آیتم های دیگر هم میتونستیم بهش اضافه کنیم. ببینید اینها مایلستون هستن. مایلستون یعنی چی؟ یعنی که فقط یا شروعن یا پایانن. یعنی نمیتونید شما به مایلستون مثلا بگی خب این مایلستون یه دیوریشنی داره. پس میام اینو انتخاب میکنم، از قسمت اکتیویتی تایپ مایلستون رو انتخاب میکنم. حالا این یا استارت مایلستونه یا فینیش مایلستونه. من عقد قراردادم چون یک کار پایانیه فینیش مایلستون میزنم. تجهیز کارگاه هم شروع استارت مایلستون میزنم. شروع ساخت ساختمان دوبلکس هم استارت مایلستونه. پایان ساختم فینیش مایلستونه و برچیدن کارگاه هم فینیش مایلستون هست. حالا چرا آیتم ها اینجا عوض میشه؟ ما باید کنترل کنیم ببینیم گروپ ان سورتمون در قسمت سورت چی داریم. بله استارت اسندینگ، اینو یادتون باشه همیشه پاک بکنین. من خاطرم هست حدود یک نیم روز درگیر این آیتم بودم که این آیتم ها بالا پایین میشد و من باید اینها رو حتما بر اساس اون چیزی که تعریف کرده بودم مشاهده میکردم برای پیرین. بنابراین یادتون باشه اگر دیدید آیتم ها بالا پایین شد راست کلیک میکنید گروپ ان سورت در قسمت سورت، این قسمت همیشه باید خالی باشه. حالا یه زمانهایی خاصی از گزارش ریپورتی فیلترینگ چیزی میخواین انجام بدین، به خاطر اون میاد اینو غیر فعال میکنه. حالا مثلا به عنوان مثال من میخوام بگم که بیا توی شما سورت کن برای من فیلد نیم، گزینه اد رو میزنید، میگم با اکتیویتی مثلا اکتیویتی نیم ها شما اسندینگ رو انجام بده، اوکی اپلای. ببینید بر اساس حروف الف با اومد تغییرات رو انجام ده اکتیویتی نیم. خب نیاز ندارم اینو پاک میکنم، اوکی میکنم. عقد قرار دادم 1 اکتبر هست، تجهیز کارگاه هم رو من میگم 10 روز بعد. خب وارد اون مباحث نمیشم چون یه مقداری زمان نیازه تا وارد ریلیشنشیپ ها بخوام بشم و اون فعالیت ها ارتباط فعالیت ها رو بهتون میگم، یه مقدار زمان نیاز است. بریم برای تعریف اکتیویتی ها تا بعد بیایم به تعریف روابط برسیم. لیوت ها هم خدمتتون توضیح بدم. خب متوجه شدین؟ اینها رو متوجه شدین؟ خب ببینید من اینجا بیام این گروپ انسورت رو کامل بهتون خدمتتون بگم. اگر این گزینه نباشه چه اتفاقی میفته؟ یک توتال اینجا شما اگر مثلا پروژهتون خیلی بزرگ باشه یا یه WBS تعریف کرده باشید، اینجا گروپ توتال اگه فعال باشه اینو بهتون نشون میده. ببینید ما نداریم، ما فقط میخوایم همینو نشون بده. خب اپلای میکنم گروپ بای آپشن، این زمانی هستش که از فیلترها میخوایم استفاده بکنیم. شو تایتل اگه باشه چه اتفاقی میفته؟ ببینید این WBS، ببینید چه جوریه نوشته تایتل من WBS تجهیز کارگاه. اگه بخوام آیدی ها رو بذارم ببینید آیدی WBS ها رو به ما نشون میده.
حتما باید یا یکی از اینها فعال باشه، یا name description یا ID یا کد. ببینید من اگه ID رو بذارم، برای WBS های من اسم ها رو مخفی کرد، پس من نمیخوام ID باشه و فقط میخوام اسم باشه. اوکی میکنم و تمام، دیگه نیازی به توضیح اضافه نداریم. خب تجهیز کارگاه یه تک آیتمه، مینویسم تجهیز کارگاه. خب این تجهیز کارگاه رو باید به این تجهیز کارگاه لینک بکنم. خب میخوام چیکار بکنم؟ برم برای فونداسیون ها یک سری آیتم تعریف بکنم، اکتیویتی تعریف بکنم. چه اکتیویتی؟ اکتیویتی هایی که اینجا هستن. من 4 مورد 5 موردش رو انجام میدم، ما بقیه موارد شما خودتون هم میتونید از فایل من استفاده کنید، هم میتونید و فایلی که مورد مد نظر خودتون هست رو تعیین بکنید. خاطرتون باشه در اکثر پروژه ها اگر نگران این هستید که نمیدونید روابط کاری به چه صورت تعریف میشه، حتما این روابط کاری با مدیر پروژهتون، با حضور دفتر فنیتون، با حضور سرپرست کارگاهتون و معاونت اجراییتون یا سرپرست اجراییتون این روابط تعریف میشه و زمان گذاری میشه. البته این رو در نظر داشته باشید که قبل از همه اینها اگر تیم PMO داشته باشید، تیم PMO با همکاری این نفراتی که خدمتون گفتم، این فعالیت ها رو، این آیتم ها رو، این زمان ها رو تعریف میکنن. یا شاید هم یه پروژه باشه که قبلا مشابه این بوده انجام دادم و از اطلاعات اون استفاده کردم. خب من براتون نحوه اکتیویتی اد کردن رو بگم. همون جوری که شما توی ایجاد پروژه دکمه اد رو میزدید، توی WBS دکمه اد رو میزدید، اینجا هم به همین صورته. با دکمه اینسرت یا دکمه اد میتونید اکتیویتی ایجاد بکنید. حالا یه نکته هست، من اگر اینجا بیام اینجا به جای دکمه اینسرت این دکمه رو بزنم، چه اتفاقی میفته؟ یه پنل برای من باز میشه، میتونم اینجا یه سری چیزا رو تنظیم بکنم. اکتیویتی نیم هم چی هست؟ ببین من اول اینا رو پاک بکنم، اینم پاک میکنم، اکتیویتی رو میزنم، پنجره باز میشه. اکتیویتی نیم هم چی هست؟ بلافاصله از اینجا کپی میکنم، خاک برداری 50 سانتی متری هست، نیکست میزنم. چه WBS باید اختصاص داده بشه؟ به WBS فونداسیون باید اختصاص داده بشه. نیکست رو میزنم. اکتیویتی تایپ هم چی هست؟ فینیش مایلستون. تست میذاریم همینجوری بمونه، تست دپندنت باشه. نیکست رو میزنم. ریسورس تعریف میکنیم، بعدن ریسورس تعریف میکنیم و میتونیم بعدن اد بکنیم. اینجا فعلا چیز رو دست نمیزنیم. دیوریشن تایپ ها رو هم به طور مفصل بهتون توضیح میدم چی هستن، فعلا به صورت نرمال روی این باشه. یه سری اکتیویتی یونیت اند دیوریشن ها هست، ما چیزی تعریف نکردیم، تعریف نمیکنیم. فعلا نیکست رو میزنیم. دپندنت اکتیویتیز یس آی وود تو کانفیگور ریلیشنشیپ، میگه میخوای یک رابطه براشون تعریف کنیم، میگم نه همینجا کافیه، چون ریلیشنشیپ ها رو در جلسه بعدی به صورت کامل به شما توضیح خواهم داد. خب میریم سراغ، میخوام سریع اکتیویتی ها رو ایجاد بکنم. اینسرت رو میزنم، اکتیویتی بعدی. اینسرت رو میزنم، اکتیویتی بعدی. اینسرت رو میزنم، اینسرت رو میزنم و انتخاب میکنم. خب تمام، پس من اکتیویتی هم انتخاب کردم. گروپ ان سورت رو یه بار چک میکنم، چون یه وقتی خودش سورت میذاره. اینجا چک میکنم، اینجا اگر تغییری نیاز باشه میدم. بله اینا رو نیاز دارم که یکم مرتب باشه. خب بعد از ضد موریانه اجرای لایه ضد رطوبتی هست. تمام، برای اینکه وقتمون رو به نهایت استفاده بکنیم و مشکلی از وقت زمان برامون پیش نیاد،
من مابقی اکتیویتی ها رو وارد میکنم به همین صورتی که به شما توضیح دادم، هیچ چیز خاصی نیست فعلا تا وارد کردن اکتیویتی های دیگه. خب ادامه مبحث آموزشیمون برمیگردیم. همونطور که میدید من تمام اکتیویتی ها رو از طریق اکسل کپی کردم و در اینجا پیست کردم. خب فعالیت های من آماده است، کار خاصی ندارم انجام بدم، فقط یه چند تا نکته رو میخوام بهتون توضیح بدم در ارتباط با اکتیویتی تایپ ها. خب تست دپندنت معنی چی؟ یعنی با اون فعالیت در ارتباط هست. فینیش مایلستون چی هست؟ یعنی مایلستون پایانی ما هست، یعنی اون فعالیت کلیدی آیا پایانی. اینا دیوریشن ندارم. ببینید مثلا من برای پایان ساخت اینجا ببینید فینیش مایلستون استفاده کردم. شما در اوریجینال دیوریشن عددی رو نمیتونید وارد بکنید، یعنی صفر میمونه. خب ریسورس دپندنت یعنی که وابسته به ریسورسش هست. استارت مایلستون هم همونجور که خدمتتون گفتم مثل فینیش مایلستونه، نمیتونین عددی وارد بکنین، فقط در قسمت استارت شما میتونید ببینید که چه تاریخی درج شده. در فینیش مایلستون در فینیش میتونید مشاهده کنید. خود آیکون ها هم واضح و گویای کار هست. خب WBA سامری هم در بعد بهتون توضیح میدم یعنی معنی این WBA سامری چی هست. WBA سامری ببینید ما یه اکتیویتی میخوایم ایجاد بکنیم، یه سری اکتیویتی دارین. حالا این اکتیویتی WBA سامری چیکار میکنه؟ مثلا شما 150 روز یه 20 تا 30 تا اکتیویتی دارین که شده 150 روز، یه اکتیویتی WBA سامری ایجاد کنین، این 150 میشه دیوریشنش. اینم از این. در قسمت استاتوس اکتیویتی کدمون اینجا داریم دیوریشن. نکته مهمی رو که من در جلسه بعدی میخوام خدمتتون بگم آموزشه. دیوریشن تایپ ها پرسن کامپلت تایپ هستش. اینها رو من به صورت مفصل در جلسه بعدی خدمتتون توضیح میدم، چون برای پروژه‌تون در ابتدا باید انتخاب کنید که از کدوم روش میخواین استفاده بکنید، پرسن کامپلت تیپتون چی باشه. در جلسه بعدی ریسورس ها رو تعریف خواهیم کرد و بعد از اون به ایجاد بیسلاین و به روزرسانی نرم افزارمون اقدام میکنیم و در آینده هم در ارتباط با ریپورت ها خدمتتون توضیح خواهم داد. این رو هم خاطرتون باشه که در جلسات بعدی ما بعد از اینکه بیسلاینمون رو تعریف کردیم اسکرو رو هم از برنامه‌مون استخراج خواهیم کرد به کمک نرم افزار اکسل. ممنونم از اینکه تا اینجا با ما همراه بودین. تا جلسه آینده خدا نگهدارتون. البته این رو خواستم در انتها خدمتتون عرض کنم که هر نظری، هر پیشنهادی، هر موردی بود حتما از طریق کانال ما با ما در ارتباط باشین. این کانال ما هستش، میتونید کانال ما عضو بشید و از یه سری از تخفیفات محصولات ما هم نیز بهره مند باشید. کانال پریمورکو. ضمناً در کانال پریمورکو مباحث مربوط به مدیریت پروژه PMP هم تدریس خواهد شد. ممنون از شما.